آیا سلف، صحابه رضی الله عنهم اجمعین، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همراه جبریل علیه السلام قرآن رو مورد مدارسه و مراجعه قرار می دادند؟ چرا ما که می گوییم بر روش سلف هستیم به مذاکره علم نمی پردازیم؟ چه بسا کسی بگوید که هیچ کس از من نپرسید که نخستین سوالی که در قبر درباره اون بازخواست می شی چیه؟ برادران من، چرا به مذاکره علم نمی پردازیم؟ آیا مذاکره علم روش سلف هست یا نه؟ روش سلف مذاکره علم هست. سلف صالح مجالس و نشست‌های خاصی برای مذاکره علم داشتند. گفتیم نخستین مرتبه از مراتب سگانه دین اسلام هست. ارکان اسلام 5 تاست: شهادت لا اله الا الله، گواهی به این که هیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد، یعنی هیچ کس جز الله مستحق عبادت نیست، و به عبادت هر چیزی غیر الله من دون الله کفر می‌ورزم، عبادت رو صرفاً برای الله ثابت می‌دانم که هیچ شریکی ندارد. لا اله الا الله همانند یک ساختمان هست که سقفی داره و بر روی 4 ستونش قرار گرفته. لا اله الا الله نیز 2 ستون و رکن داره. ستون و رکن اول کفر ورزیدن به هر اون چیزی است که جز الله عبادت میشه، رکن نفی عبادت از من دون الله. اثبات عبادت برای الله ستون یا رکن دوم لا اله الا الله هست. اگه ستون فرو بریزه ساختمان دچار فروپاشی میشه، لذا لا اله الا الله 2 رکن یا ستون داره: نفی و اثبات. کفر به طاغوت، ایمان به الله. لا اله نفی عبادت از معبودان باطلیه که جز الله عبادت میشن، الا الله اثبات عبادت برای اللهی بی شریک هست. دومین رکن اسلام به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقامه نماز هست. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اقامه نماز و نفرمودن نماز؟ چرا؟ برای اینکه نماز را قائم بداری و مطابق دستور الهی شروط و ارکان و واجبات و مکملات و سنت‌های نماز رو به طور کامل برپا بداری و سنت‌های نماز رو رعایت کنی و از همه مواردی که در نماز اشکال ایجاد می‌کنه دوری نمایی. سومین رکن اسلام ادای زکات. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ادای زکات و نفرمودند زکات؟ برای اینکه زکات باید از اموال معینی دریافت بشه، اون هم در زمان و بازه زمانی مشخص و معینی، و همینطور به اندازه و مقدار معینی که به موارد معین و مشخصی داده میشه و تعلق میگیره. چه بسا کسی بگه که میخوام زکات اموالم رو به مادرم بدم، یا به همسرم، یا به فرزندانم، یا به برادرم. لذا میگیم نه، و این شرح و معنای ادای زکات هست و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صرفا نفرمودند زکات. چهارمین رکن اسلام روزه گرفتن ماه رمضان هست. پنجمین رکن اسلام حج خانه الله برای کسی است که توانایی رفتن به اونجا رو داره. پس حج در تمام عمر یک بار بر فرد مستطیع، یعنی کسی که توانایی انجام حج رو داره، واجب هست. پس در صورت توانایی به انجام حج مبادرت کن و انجام حج رو به تأخیر مینداز.